شرکت ایران خودرو می‌خواهد یک خط تولید خودروهای سبک دیزلی راه اندازی کند. می‌گوید بررسی‌هایش تکمیل شده و آماده تولید انبوه است. مشکل این است که دولت به خاطر پافشاری سازمان حفاظت محیط زیست مجوز نمی‌دهد، چون می‌گوید ورود ناوگان خودروهای سبک دیزلی هوای شهرهای ایران را از این هم آلوده‌تر و کشنده‌تر می‌کند. اما ایران خودرو مشغول لابی‌گری است. هرچند خودروهای دیزلی در جهان رفته رفته حذف می‌شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این تبلیغات سازمان حفاظت محیط زیست برای نشان دادن خطرات خودروهای سنگین دیزلی 5 سال پیش تهیه شده بود. وای 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 آقای راننده، دود ماشین ها با هوا چه کرده؟ سوخت اتوبوس ها تا گازوئیله واسه کثیفی بهترین دلیله. اما حالا نگرانی سازمان محیط زیست بزرگتر از این حرف هاست. احتمال ورود خودروهای سبک دیزلی به بازار مسئله جدی است. خبرنگاران داخلی در ایران گزارش دادند که شرکت ایران خودرو می‌خواهد قضیه را به شورای اقتصاد ببرد. شنیدم ایران خودرو دیزل قرار موضوع تولید سواری دیزلی رو به شورای اقتصاد ببره. اگر هدف از این کار گرفتن یارانه و تسهیلات دولتی نیست، پس چیه؟ برای ایران خودرو مسئله حیثیتی شده. حیثیتی و اینکه نمی‌خواهد 50 میلیون یورو سرمایه‌گذاری‌اش برای تولید خودروهای سبک دیزلی هدر برود. خودروهایی که تولیدش قبل از انقلاب هم ممنوع بودند. دلیلش هم آلودگی سرطانزا و کشنده است که سازمان بهداشت جهانی گفته مواد آلاینده دیزلی را همردیف مواد رادیواکتیو قرار می‌دهد. در حال حاضر 150 هزار خودروی سنگین دیزلی در تهران تردد می‌کنند. اگر قطر اگزوس هر کدام 10 سانت باشد، یک اگزوسی با قطر 10 کیلومتر روزانه میلیون ها تن آلاینده دوده و ناکس را وارد ریه های مردم تهران می کند. فاجعه ای که از نمای دور بهتر به چشم می آید. اروپایی ها در حال حذف خودروهای دیزلی از ناوگان خود هستند. زیرا هم آلاینده است، همین که معلوم شده بعضی خودروسازان با جرزنی، در این مورد جرزنی های بیرحمانه، به میمون‌ها دود اگزوس می‌دادند تا بعداً بگوین حالشان خوب است و مشکلی نداشتند. اما مسئولان خودروسازی ایران و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به آنها می‌گویند مشکل از خودروهای دیزلی نیست، مشکل از دولت است که باید با نظارت قوی‌تر و زیرساخت‌های بهتر نگذارد که خودروهای دیزلی بیش از حد آلاینده شوند. ایران خودرو می‌گوید تحقیقاتش تمام شده و به مجرد دریافت مجوز آماده تولید انبوه برای مشتریان است. دود وزارت نفت و وزارت صنعت هم ظاهراً به همان سمت می رود که دود لابی خودروسازی. اگر وزارت نفت بگوید خودروی دیزلی سوخت کمتری مصرف می کند و سبد سوختی کشور را توسعه می دهد، شاید دیگر آمار ارقام مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا و هزینه های آن مؤثر واقع نشود. پیکاپ ایران خودرو دیزل ایران خودرو در حال حاضر وسایل نقلیه دیزلی مثل این پیکاپ دیزلی را به فروش میرساند، ولی خریدار زیاد نداشته و البته نتونسته این چند سال اونقدی که توقع بود بفروشه. خیلی از مشتریان میدانن حتی اگه یک بار هم سوخت اشتباه وارد خودروی دیزلی شود، موتور آن به هم میریزد و کلی خرج قطعات یدکی روی دست مشتریانی میگذارد که در این هرج و مرج بازار بعد آن را تأمین کنند. ایران خودرو نفع خود را در آن دیده که به جای سرمایه گذاری در خودروهای گازسوز به دنبال خودروهایی برود که تولید آنها در دنیا رو به منسوخ شدن است. آن هم در کشوری که کمبود زیرساخت و ضعف مدیریت میتواند دود این کار را در چشمان و ریه های شهروندان ایران کند. سیاوش اردلان، بی بی سی.